بیانیه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، لیستگذاری برای نقض حقوق بشر، 21 اوت 2020، 31 مرداد 99. جمعه 21 اوت سالروز یاد بود و گرامیداشت قربانیان تروریسم است. برای به یاد آوردن و بزرگداشت این قربانیان، امروز وزارت خارجه آمریکا محدودیت ویزا بر 14 نفر از ایران به خاطر دست داشتن آنها در نقض فاحش حقوق بشر برای رژیم ایران، حکومت سردمدار جهانی تروریسم، اعمال می‌کند. این اقدام برای ممانعت از ورود مسئولان دولت‌های خارجی و بستگان درجه اول آنها به خاک آمریکا به عمل می‌آید که وزارت خارجه در مورد آنها اطلاعات معتبر حاکی از دست داشتنشان در نقض فاحش حقوق بشر در اختیار دارد. بستگان درجه اول این افراد نیز فاقد صلاحیت برای ورود به ایالات متحده هستند. این اقدامات پیام حمایتی به قربانیان متعدد جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان است که بدانند ما کسانی را که ترور و خشونت می‌گسترانند به حسابرسی خواهیم کشاند. ایالات متحده به اعمال فشار بر رژیم ایران به منظور وادار ساختنش به رفتاری متناسب با کرامت و حرمت شهروندانش ادامه خواهد داد. رژیم ایران برای گسترش حاکمیت تروریست در خارج از مرزهای خود، ترور و تروریسم در خارج از کشور را انجام می‌دهد. اقدام امروز شامل محدودیت‌های ویزا برای 13 مقام رژیم ایران است که درگیر یک ترور وحشیانه و از پیش برنامه‌ریزی شده پیچیده در سال 1990 در سوئیس به عنوان بخشی از اقدامات تروریستی رژیم ایران در سراسر جهان است. این 13 قاتل در پوش دیپلمات‌های رژیم ایران بر اساس دستورات بالاترین مقامات دولتشان برای ساکت کردن اپوزیسیون و نشان دادن این عمل می‌کردند که هیچ کس صرف نظر از اینکه در کجا زندگی کند از گزند رژیم ایران در امان نیست. ایالات متحده تأمل نمی‌کند که رژیم ایران مخالفان خود را از طریق خشونت و ترور خاموش کند و این تنها در خارج از کشور نیست که رژیم ایران برای کنترل شهروندان ایرانی از ارعاب و خشونت استفاده می کند. از این رو ما همچنین به طور رسمی حجت الله خدایی سوری را لیست گذاری می کنیم. او مدیر زندان مخوف اوین بود، مؤسسه‌ای که مترادف با شکنجه و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. از زندان اوین برای سرکوب معترضان و روزنامه‌نگاران مسالمت‌جوی ایرانی و همچنین اتباع خارجی استفاده می شود که گرفتار و زندانی شدند تا برای فشار آوردن جهت کسب امتیازات از دولت‌هایشان در زندان نگهداری شود. ایالات متحده چشم انتظار روزی است که عاملان نقض بیشمار حقوق بشر در ایران با عدالت واقعی روبرو شوند و ابراز امیدواری می کند که این اقدامات باعث آرامش و اطمینان خاطر بستگان و دوستان کسانی شود که در خشونت و ظلم رژیم ایران در داخل و خارج از کشور ناپدید شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتاگاس 21 اوت 2020، 31 مرداد 99 اعلام کرد امروز وزیر خارجه مایک پومپئو لیستگذاری‌های جدیدی شامل 13 تن از عناصر عملیاتی که از جانب رژیم ایران ترور وحشیانه سال 1990 در سوئیس را انجام دادند اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا تروریسم رژیم ایران را چه در داخل و چه در خارج تحمل نمی کند. جیسون برادسکی از اتحاد علیه ایران اتمی تحت عنوان هشدار تحریم اعلام کرد آمریکا امروز محدودیت‌های ویزایی برای 14 نفر ایرانی که برخی از آنها درگیر ترور صورت گرفته در سوئیس در سال 1990 بودند و به عنوان دیپلمات ایرانی خودشان را معرفی می‌کردند اعلام کرد. این اشاره دارد به ترور کاظم رجوی. وزارت خارجه آمریکا به دنبال اعلام تحریم 13 تن از دستاندرکاران ترور دکتر کاظم رجوی و به مناسبت روز جهانی در توییتر این وزارتخانه نوشت: ایالات متحده امروز به عنوان بزرگداشت و ادای احترام به همه کسانی که به دلیل تروریسم جان خود را از دست داده‌اند به جهانیان می‌پیوندد. وزارت خارجه آمریکا همچنین در سایت خود اعلام کرد: ایالات متحده در این روز جهانی گرامیداشت و ادای احترام به قربانیان تروریسم در کنار قربانیان تروریسم و خانواده‌های آنها ایستاده است. درد و رنج ناشی از تروریسم بار سنگینی است که مردم آمریکا همه آن را خوب می‌شناسند. ما از قدرت و تاب‌آوری قربانیان تروریسم و خانواده‌های آنها در سراسر جهان تقدیر می‌کنیم. ما متعهد هستیم که تروریست‌ها را در برابر جنایاتی که مرتکب شده‌اند پاسخگو بدانیم. مهم نیست در کجا بتوان آنها را پیدا کرد و اینکه چه مدت آنها از عدالت فرار کرده باشند. آنها سرانجام پاسخگو خواهند بود. با تلاش برای جلوگیری از حملات تروریستی در آینده، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که قربانیانی که امروز آنها را به خاطر می‌آوریم، بیهوده جان نباختند. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در توییتر خود نوشت: وزارت خارجه آمریکا محدودیت ویزا برای 14 ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران که حامی شماره 1 تروریسم جهان است اعلام کرد. ما باید کسانی را که ترور و خشونت می‌پراکنند مورد حسابرسی قرار دهیم.